درود به همه بینندگان گرامی برنامه زرتوش و همچنین اوشتا، یعنی شادی، خرسندی و تندرستی بر همه ایرانیای آریامهر گرامی ایران زمین. به نام خداوند و جان خرد اهورامزدا، خداوند مقدس ایران زمین ما. این روز من با دوستمون آقای شاهین نجات یه گفتگویی میکنیم در باره اوستا و همچنین گاثا، که دید ما و برداشت ما آنهایی که مزدا یسنی هستن و باور به ستایش خرد دارن چریختی، از لحاظ مینوی ما میتونیم خودمونو، دلمونو یا ذهنمونو باز کنیم و چریختی میتونیم ما این پیامو به زندگی خودمون بیاریم، این روش زندگی رو به خودمون بیاریم و یک کم بریم در اوستا و گاثا و دید و نظرهای کسانی رو که به این باور آمدن یک جنبندی، یک توضیحاتی ما اینجا بدیم. و فراموش نکنیم که ما ایرانی ها هممون فرزند زرتشتیم، هممون فرزند کوروشیم و هممون فرزند فردوسی هستیم، سه تا بزرگترین مردایی که در این جهان اومدن و این جهان رو بهتر کردن. درود بر شما شاهین جان گرامی، امیدوارم حالت خوب باشه. میخواستم از شما بپرسم دید شما یا نظر شما درباره اوستا و گاتا چی است؟ شهرزاد جان درود بر شما و درود بر همیهنان و بینندگان ارجمند. در سالهای گذشته این گفتگو بوده، بعض وقتا هم به یک بحث یا حتی مرافعه و مشاجره تبدیل شده که آیا زرتشت یا پیام زرتشت فقط گاتاست یا آینه زرتشت اوستاست که مفصلتر از گاتاست، و یا اصلا آنچه که ما به نام کیش زرتشت میشناسیم، دین زرتشت میشناسیم، در برگیرنده اوستا و حتی متون پهلوی است که به صورت زند و بعدن پازند پیرامون اوستا نوشته شده. هفته های گذشته یه مقداری در شبکه‌های اجتماعی من دوستانی از هر دو دیدگاه باشون در تماس بودم و حس کردم می‌ارزه حتما در یه برنامه به این جستار بپردازیم، به خاطر اینکه خیلی ساده می‌تواند همچین موضوعی تبدیل به یه جبهه بندی بشه که اینها زرتشتی گاتایی هن، اینها زرتشتی های مثلا محافظه‌کار یا اوستایی هن. و خودت بهتر میدونی شهر جان، ما همچین تقسیم بندی اصولا نداریم به چند دلیل. میکوشیم تو این برنامه اصلا این دلایل رو توضیح بدیم و از زوایای مختلف نگاه کنیم و ببینیم که اون چیزی که ما به عنوان آیین زرتشت میشناسیم گاتاییست، اوستاییست یا اصولا همچین تفکیکی معنا نداره. حالا در طول برنامه از چند دیدگاه بهش میپردازیم، ولی فکر کنم نخستین دیدگاهی که میخوام بیان کنم این است که فراموش نکنیم که ما با قاطعیت میگیم که گاتا سخنان زرتشته و بقیه بخشای اوستا پس از زرتشت افسوده شده. اینو با قاطعیت میگیم، در حالی که میدونیم که حتی در مورد این هم ما داریم گمان زنی میکنیم. دلیل اصلی این که ما گاتا یا 17 سروده ویژه رو در یسنا به عنوان سخنان خود زرتشت میشناسیم این است که از نظر زبانشناسی، از نظر فضایی که درش سروده شده، این 17 سروده کهن‌تر از بقیه اوستاست. از این رو این گونه گمان زنی میشه پس این باید متعلق به زرتشت باشه و بقیه در طول صده‌های طولانی پس از زرتشت به مرور اومده افسوده شده و این مجموعه رو به عنوان اوستا شکل داده.
خب همینجا می شود یک علامت پرسش، علامت سوال گذاشت، و اون این است که چون متنی کهن‌تر از بقیه متونه، الزاماً سخنان زرتشت میتونه نباشه، میتونه سخنان جاماسپ هم باشه، میتونه سخنان حتی پروچیستا دختر زرتشت باشه، میتونه سخنان کسانی باشه که 50 سال یا 30 سال پس از زرتشت بودن و از یاران زرتشت بودن. و پس از صده ها وقتی شما بقیه متون اوستایی رو میبینی و با گاتا مقایسه میکنی، حس میکنی خب این نوتر اون کهنه تره. این الزاماً به این معنی نیست که حتما سخنان زرتشت، همچنان که ممکنه بخشی از آنچه که در اوستا هست سخنان زرتشت باشه، ولی در قالب سنت شفاهی اورال هیستوری به اصطلاح گفته شده و مانده، بعدها اومده نوشته شده به صورت نوشته، رفته در قالب اوستا. و چون زمان نوشته شدنش ممکنه 300 سال، 500 سال، 1000 سال پس از زرتشت بوده، از دید زبانشناسی و واژه و جمله بندی ها متفاوت باشه با بخشای کهن‌تری که ما بهش میگیم گاتای زرتشت. بنابراین از نخستین دیدگاه اصلا همچین قطعیتی وجود نداره که حتما گاتا سخنان زرتشته و حتما از سخنان زرتشت در بقیه مجموعه اوستا صحبتای نیست. این فکر میکنم نخستین فرازی است که باید بهش پرداخت. ما گمانه زنی میکنیم و حدس 80-90 درصدی میدیم که به طور کلاسیک میگیم گاتا یعنی سخنان زرتشت و بقیه اوستا مجموعه است که از یاران زرتشت و یا موبدان و فرهیختگان و فرزانگان ایران زمین در صده های بعدی به اصطلاح ساخته شده و توی مجموعه قرار گرفته. دیدگاه دوم یا فراز دوم رو هم من مطرح میکنم، شاید روز جان بر میگرده به این که حالا فرض رو بر این بذاریم که بله گاتا سخنان زرتشته و بقیه از زرتشت نیست، بقیه اوستا. ما میدونیم که یکی از چالش های بزرگ در دریافت پیام زرتشت، آیین زرتشت، مسئله ترجمه است. ما متون اوستایی رو دو جور ترجمه داریم ازش. بخشی از اونها از اوستایی ترجمه شده به یکی از زبانهای زنده امروز، مثلا فارسی، یا رفته به انگلیسی بعد ما ترجمه کردیم از روش فارسی، یا رفته فرانسه و آلمانی و روسی و بعد دوباره ما ترجمه کردیم به فارسی. دومی این که رو تفسیرهایی که به عنوان زند بر روی بخشهای از اوستا نوشته شده، حتی خود گاتها، ما نسخه پهلوی رو داریم که از روی نسخه به اصطلاح اوستایی ترجمه شده و در زمان دیگری این مکتوب شده، نوشته شده. حالا ما از روی نسخه پهلوی میایم ترجمه فارسی میکنیم، یعنی در حال دو ترجمه ای. بنابراین میدونیم که تو ترجمه گرفتاری زیاد بوده. چندی پیش شهروز جان در کالیفرنیا که صحبت میکردیم، فکر کنم خودت هم بودی با ما، آقای دکتر جعفری نازنین ما داشت میگفت یکی از کارهای بزرگی که باید انجام بشه، چند تا زبانشناس درجه یک باید بنشینن و به صورت یک پروژه مشترک رو ترجمه اوستا کار کنن که یک ترجمه یک دست تا هماهنگ در بیاد. الان فقط از گاتا شما نگاه کنید، ترجمه هایی که هست که هم آدم های استخوندار بودن این کارو کردن، دکتر جعفری، دکتر وحیدی، موبد شهزادی، دکتر ساسانفر و کسان دیگر. ما 7-8 الان ترجمه گاتا داریم به فارسی که اینا تفاوت‌های بزرگی در بخشی از بخش‌ها با هم داره. بنابراین وقتی در یک مطلبی مثل خود اوستا یا بخشی از اوستا که گاتاست رو ترجمه اینقدر هنوز حرف و حدیثه و یه چالش بزرگه که ما یک ترجمه بسیار بسیار روان و نزدیک به خود متن اصلی اوستا داشته باشیم، این که ما بگیم حالا این تیکش رو ما برمی‌داریم این خوبه بقیهش بده، یا اینکه نه ما همه این مجموعه رو می‌خوایم، فکر می‌کنم بحثی باشه که الان اصلا کمکی نمی‌کنه، بلکه موجب گرفتاری هم میشه، به خاطر اینکه هدف اصلی این باید باشه که اصلا پیام از ترجمه‌های درست شناسایی بشه. برای هممیهنانی که با زبان اوستایی آشنایی کمتری دارن این نکته رو من بیافزایم شهروز جان، بعد سخنان خودتو میخوام گوش بدم، و اون این است که
زبان اوستایی موقعی تونست ترجمه بشه که متوجه شدن که بسیار بسیار نزدیک به زبان سانسکریت، و چون در سانسکریت منابعی بود که تقریبا مفاهیمش روشن بود، مثلا فرض کنید وداهای هندی که به زبان سانسکریت بود، و سانسکریت در حال مادر همه زبانهای ایندو یوروپیان، زبانهای هندو ایرانی هم از همون شاخه هست، با مقایسه و سنجش زبان اوستایی با سانسکریت کوشیدن که اوستایی رو بخونن. بنابراین دست ما بسته است تو این ترجمه ها. امیدواریم هر چقدر جلو بریم منابع بیشتری به دست بیاد و ترجمه های دقیق‌تر و حساب شده تری از مجموعه اوستا، از جمله از خود گاتا به دست بیاد. بعداً میشود بیشتر راجع به جهانبینی و ایدئولوژی و دیدگاه های مختلف این متن، این گاتها با بقیه اوستا سنجید و نظر داد و گفت آیا اینها از یه منبع اومده یا از چند منبع اومده. و فکر میکنم تا اون موقع بهتر است که همه ما فروتن باشیم و با قاطعیت 100% دیدگاه های این چنینی رو بیان نکنیم. سپاس شاهین جان. تا اونجایی که میدونیم که شما هم انگشت گذاشتی روش، گاتا سرودای اشو زرتشته که من باور دارم اشو زرتشت حدود 8000 تا 9000 سال پیش تاریخشه، و پس از آن کسانی که پیرو اشو زرتشت بودن یه مکتبی به وجود اومد که بهش میگن مکتب مغان، ماجایز، به انگلیسی میگن ماجای، همین واژه انگلیسی که بهش میگن magnificent or magnanimous، یعنی یه چیز بزرگ، از مغان میاد و ما این واژه رو داریم به نام آثراپایتی، یعنی هیربود یا آموزگار. اینها دانشمند بودن و من گمان میکنم که مغان یا این مجایها در یه جای زمان که دقیقا نمیدونیم زمانش کی بوده، اینا تبدیل میشه یا دیولپ میشه به موبدان. و ما میدونیم که مغان تا زمان هخامنشی اینا دانشمند بودن. وقتی که ما میگیم مجای یا مغان، ما نمیگیم منظورمون کیشیش و آخوند و آیت الله نیست، اینا آموزگار بودن، اینا دانشمند بودن. و میدونیم که 6 تا 7 تا قسمت در گاتا هست که کهن‌ترینش گاتاست تا اونجایی که میدونیم، که گفته های خود اشو زرتشته که اومده در قسمت یسنای اوستا، که یسنا 72 تا سرود داره. از این 72 تا سرودهای یسنا 17 تاش گاتاست. یعنی اگر من گاتا رو بکشم بیرون، میدونم خب یه دونه بخشش گاتاست، بخش دومش یسنا میشه، بعد یه قسمت دیگه داریم که بهش میگیم ویسبرد که میشه 3، بعد یشتو داریم که میشه 4، وندیدادو داریم که میشه 5، بعد نیرنگستان هیربودستانو داریم که آموزش موبداست. و این اوستا برای هر زرتشتی که بگه من زرتشتی ام، اگرم فقط به گاتا باور داشته باشی، مقدسه برای ما. چون به دید من ایران برای من از همه چی بزرگتره. وقتی من میگم من ایرانیم، همه چیز من تو اون وجود داره. دانش من اون توه، فرهنگ من اون توه، تمدن من اون توه، هنر من اون توه، فلسفه، همه چی در ایران. وقتی واژه ایران من استفاده میکنم، همه اینا اون توه. و من که یه ایران پرستم، یعنی زرتشت رو میپرستم، گاتا رو میپرستم،
اوستا رو میپرستم، شاهنامه رو میپرستم و خیلی از کتاب‌های ادبیات دیگه، شاعرای ما، دانشمندای ما، من همه این مکتب دانش ایرانی رو میپرستم و نمیتونم اینا رو جدا کنم. یعنی اگر کسی میگه من فقط به گاثا باور دارم، مسئله ای نیست، تو میتونی فقط به گاثا باور داشته باشی، ولی تو وقتی میگی من به گاثا یا به ایران باور دارم و من یه ایران پرستم، باید هر چیزی که درون اون واژه ایران هست اون هم شما باید بپرستید. اینجا خیلی مهمه که من مطمئنم 99% ایرانی ها، شاید بیشتر، اصلا نمیدونم واژه ایران چیه. اگر ما بدونیم واژه ایران چیه، اینجا هیچ اختلافی به وجود نمیاد. واژه ایران از آریا میاد که ما سرزمینمون اسمش آریانا بوده در یه زمانی، و من امیدوارم، من چیزی بر علیه واژه ایران ندارم، هیچی بر علیه واژه ایران ندارم که در زمان ساسانیان پهلوی، ولی من باور دارم که باید ما نام ایران بگیم آریانا بهش، و این ریشه این واژه که بهش میگیم آریا، آریا یعنی کسی که ریشش میشه الف و ر، AR، یعنی کسی که راه صاف و میره. این واژه آریا همون واژه آرتاست که دوباره الف و ر داره، آریا و آرتا، که هندی ها رتا داشتن. درست. این ستا یکیه که اشا هم همون میشه، که اتفاقا واژه آرتا از اشا بهتره. و امروز ما به زبان مدرن ایرانیمون بهش میگیم راستی، که همون واژه اومده به انگلیش شده رایت. یعنی یکی که میگه من ایرانی هستم، یعنی کسی که راه راست رو میره، پندار نیکو، گفتار نیکو، کردار نیکو باور داره، اون ایرانیه. اگر تو بگی من ایرانی هستم و تو شما به خرافات و یا یه چیزی که اصلا توی مکتب ایران نباشه بپرستی، تو نمیتونی بگی اصلا من ایرانی هستم. برای همین، برای من که دین مزدا یسنی، این باور مینویی منه، باور مینوی منه، این برای من هر چیزی که در ایران هست، هر کس آدم خوبی که اصلا در ایران اومده، چه زرتوش باشه، چه کوروش، چه فردوسی، چه میلیون ها نفر دیگه ایرانی، اگر آدم های راستکار و راستگویی بودن، ما اونها را میپرستیم، اونها هم لیاقت پرستش و ستایش دارن. برای همین ما نمیتونیم هیچ ادبیات ایران رو بگی ایرانی هستی و بخوای جدا بکنی و قبول نکنی. شما شاهنامه رو اگر ببینیم، که خودت بهتر میدونی، شاهنامه یه پیام راستی فر ایرانی داره، گاثا یه پیام راستی و فر ایرانی داره، پیام کوروش یه باور راستی و فر ایرانی داره. برای همه ما میگیم آریا مهر، آریا منش، آریا مزدا. این ریشش قبل از خود اشو زرتوش که ما میگفتیم به سرزمینمون آریانا، یا شاید این خود اشو زرتوش بوده این نامو گذاشته روی سرزمین ما. برای من شاهنامه و اوستا و گاتا، همه اینا برای من مقدسه. بفرماشا اینجا نکته خیلی جالبی گفتی شهرز جان. من انگامی که نگاه میکنم به مجموعه اوستا که بیرون از گاتا هست، خب میبینم که مطالبی هست که برخی از همیهنان نمیپسندن
و احتمالاً در تناقض با برخی از مطالب گاتا. مثلا در متون زرتشتی در خود اوستا هم به نوشیدنی هوم اشاره شده، این نوشیدنی سکراوری، حالا حالت مشروب و اینا، که مشخصا خوردن نوشابه برمیگشته به دوران پیش از زرتشت. در گاتا زرتشت، اگر سخن زرتشت باشه، از اون نوشیدن و بعد قربانی کردن حیوانات به بدی یاد میکنه. یعنی نوشیدن هوم و کشتن گاو رو به طور مشخص میگه که بیزارم از کسانی که این کارو میکنن. قربانی کردن در آیین زرتشت جایی نداره. توی یکی از یشت ها شما میبینید که به مسئله قربانی کردن اشاره شده و میگه که اگر که این گونه بشه باید 1000 تا یا 10000 تا اسب، گاو، نمیدونم گوسفند، اینا به اصطلاح قربانی کنه تا بتونه مثلا فلان چیزو به دست بیاره. در آبانیش مال اناهیتا است، درست؟ دقیقاً دقیقاً، فکر کنم در مهریش هم اشاراتی شده، درست. حالا قضیه این است که هموطنانی که اینو میبینن میگن پس ما اوستا رو بذاریم کنار، برای اینکه این تناقض داره با گاتا و این داره ما رو به اصطلاح آدرس غلط به ما میده. اینجور مواقع من سخنم با همیهنان این است که نخست اینکه اون مجموعی که شما درش یکی دوتا تناقض به این صورت میبینید داره ارزش‌های خیلی خیلی بالایی است که اتفاقا در هارمونی و سازگاری است با گاتا و نمیشود که به خاطر یکی دوتا تناقض کل مجموعه رو گذاشت کنار. از سوی دیگه فراموش نکنید در بخش یشت ها که به نظر میاد برخی از این یشت ها نه زبانش و جمله بندیش بلکه مفهومش قدیمی تر از گات هاست، یعنی پیش از زرتشت برخی از این یشت ها بودن، مثل آبان یشت، مثل مهر یشت، و اینها دوباره توی مجموعه قرار گرفتن. نگاهتون به این سخنان مثل همه مسئله قربانی کردن یا نوشیدن هوم نگاه اسطوره‌ای باشه. نوشیدن هوم در اوستا میتواند استعاره‌ای باشه از هوشیاری، از بیدار شدن، از انلایتمنت، اون چیزی که در اثر یک تکان، در اثر یک تزریق دانش یا دانایی در فرد میتونه چشاشو باز کنه، نه چشم جسمو، چشم پیکرو، چشم جان رو، و به گونه دیگر نگاه کنه. اگر نگاهتون از اینها استعاره باشه و مفاهیم رو اسطوره‌ای ببینید، نه به صورت فیس ولیو به قول انگلیسی‌ها، به صورتی که نوشته شده، اون هنگام شما با یه دریایی از مطالب زیبا و ژرف روبرویی که اتفاقا چالش بسیار زیبایی است که بکوشی رمزگشایی کنی از بخش‌های اوستا. ما تو شاهنامه هم اینو داریم. شاهنامه یکی از چندین دلیلی که بسیار جذاب و دلنشینه این مسئله رمزگشاییه که سیمرغ چیست، دیو چیه. وقتی میگیم که سلم و تور دو برادر ناتنی ایرج، ایرج رو میکشن، داره واقعا به چه چیزی اشاره میکنه، اصل قضیه چیه. وقتی این کلید رو دارید و این رمزها رو باز میکنید، در حقیقت دارید میشکافی فرهنگ ایران رو، اندیشه های نیاکان رو و میراثی که فرزانگان و فرهیختگان ایران زمین بر جای گذاشتن، و این کمک میکنه به درک بهتر نگاه اونا، نگرش اونا، جهانبینی اونا. برای همین اگر همیهنانی که میگوین ما گاتایی هستیم اینگونه به اوستا نگاه کنن، اتفاقا جذب اوستا میشن و خیلی هم میپسندن، یا مطالبی عنوان میکنن میگن ناقض پیام زرتشت در گاتا. حالا فرض رو میذاریم که پیام زرتشت فقط در گاتاست، مثلا در اوستا نیست. مثل چی؟ مثلا میگن امشاسپندان در گاتا نیست. بله، امشاسپندان در گاتا به نام امشاسپندان نیست، ما واژه امشاسپندان در گاتا نداریم، دلست. ولی اون مفاهیم اون شیشتا رو داریم. ما هم بهمن رو داریم، هم اردیبهشت رو داریم، هم خرداد رو داریم، هم امرداد رو داریم و شهریور رو داریم. ما اینها رو داریم در خود گاتا، به همه اینا اشاره شده و اصلا محور گاتاس رو اینا میچرخه. حالا در بخش اوستا به اینها نامی داده شده،
امشاسپندان و اینا به اصطلاح شدن یاوران اورمزد، یاوران اهورامزدا. اشکالی نداره اگر که از یک تخیل شاعرانه که برای مردم درک و دریافتش ساده تر و شیرین تر استفاده بشه، همون مفاهیم گاتها حالا در قالب امشاسپندان، کسانی که بال و پر و همراه و مکمل اهورامزدا هستن، از اونها یاد بشه، از اندیشه نیک، از عشا، از شهریاری نیک و از این دست. بنابراین این برای قضیه هم داشته باشید. یا مثلا عنوان میشه که حالا اینکه واژه امشاسپندان نیست، پس نباید در مورد اینها سخن بیاد، یا اون بخشای اوستا باید کنار گذاشته بشه، یا باید دست کم جزء آینه زرتشت به حساب نیاد. من اینو نمیپسندم، به دلیل اینکه شما در شاهنامه واژه‌ای به نام هفت خان رو نداری شهرو جان. شما در شاهنامه عبارت هفت خان رستم رو نمی‌بینید. ما در شاهنامه هفت خان اسفندیار داریم. هفت خان رستم به صورت هفت مرحله‌ای که رستم میپیمایه هست، اما واژه هفت خان رستم نیومده. ولی هیچ اشکالی نداره اگر ما در موردش سخن بگیم، میگیم هفت خان رستم، مثلا فرض کنید اون داستان پیرزن، اون یکی نمیدونم اژدها، نمیدونم میخوابه، رخش میاد بیدارش میکنه و این گونه مسائل. این که نباید باعث بشه که ما نسبت به شاهنامه داریم مثلا بی احترامی میکنیم، یا داریم مطالب بی پایه رو بهش اضافه میکنیم. در حقیقت اون دریافت ما از اون هفت مرحله به صورت هفت خان، هفت مرحله است که آوردیم و توی متون دیگه ازش داریم بهره میگیریم. بنابراین اگر نگاه ما شهروز جان، نگاه تو هم با عناد و دشمنی با این بخشای اوستا نباشه، وقتی گاتا رو دوست داریم، اتفاقا دوست داشتنمون باعث میشه که گات اوستا رو هم با گرسنگی و تشنگی بیشتری بخونیم و بکوشیم که این پیوندها رو پیدا کنیم. شما کجا به این زیبایی میبینید در مثلا اشتاد یشت؟ فر ایران رو می ستاییم. ببینید، شما در هیچ کتاب آیینی در جهان ندیدید که فر سرزمینی که این آیین از اونجا برخواسته ستوده بشه. و این فقط مسئله سرزمین نیست، ایران یه ایده است، یه ایده است که همچنان که گفتی احتمالاً در ذهن زرتشت هم بوده، در ذهن پیش از زرتشت هم بوده، شاید پس از زرتشت هم که خب 100% بوده. این یه ایده است، یه مجموعه است، فقط یه سرزمین نیست، خیلی کاملتر از یه سرزمینه. بنابراین اگر این گونه به قضیه نگاه کنیم، اوستا رو هم برآمده از جان و روح و روان ایرانی میدونیم، همچنان که گاتا رو میدونیم. مگر زرتشت از جای دیگری اومده؟ زرتشت که از جای دیگر نیومده، به هر حال اساره آن چیزی که فرهنگ ایران در وجودش پرورده رو آورده، تونسته خوب آنالیز کنه، نگرش خیلی نیرومندی داشته باشه و همونو دوباره به هممیهنانش و به نسل‌های بعدی بده. خب بقیه هم اگه در کنار زرتشت این کارو کردن یا 500 سال بعد از اون این کارو کردن، هیچ دلیل نداره که ما کار اونها رو بی اعتبارتر بدونیم. فراموش نکنن هممیهنان، ما که صحبت از زرتشت و زرتشتی بودن میکنیم، نباید مانند فرض کنید مثلا فرض کنید کیش اسلام بیفتیم به پرستش و بت‌سازی از چهره‌ای که مثلا به عنوان پیامبر اسلام میشناسیم، کاری که مسلمان ها کردن. اگه همین کار بخوام با زرتشت بکنیم، نشون میده ما هنوز دیدمون دید اسلامیست. زرتشتی شدیم ولی دیدمون دید اسلامیست. میخوام از یه چهره یک کیش شخصیت براش درست کنیم از زرتشت و بگیم اونه که حرف اول و آخر میزنه، هر کی دیگه هر چی دیگه گفته میذاریم کنار. آیین زرتشت فقط اینه؟ نه، آیین زرتشت برآمده از فرهنگ ایرانه، اساره و جان ایرانی بودن بوده. نگاه خردمندانه زرتشت حتما در یارانش و در کسانی که پس از او آمدن جلوه کرده، و چه بسا موبدانی داشتیم که اندازه زرتشت روشنندیش بودن. موبد که میگیم، همچنان که شهروز جان اشاره کرد، منظورمون یک آخون نیست. موبد انسانیست فرهیخته که به دانش‌های روز مجهزه، انسانیست روشن‌اندیش، انسانیست فرزانه. در شاهنامه می‌خونیم از زبان هجیر می‌گوید
چنین گفت چنین آید از موبد پاک، یا چو ایران نباشد تن من مباد. خب این موبد بهش حجیر دست کم دست میان پرستی داشته میداده، آخون نبوده. انقدر مشابه سازی نکنیم موبد رو با آخون، چون ما در جامعه اسلامی بزرگ شدیم تصورمون نباشه که موبد هم آخون بوده منتها در آین زرتشت. نه، موبد واژه بسیار ارجمندتر است تا واژه یک روحانی. حالا این گونه هم اگه به قضیه نگاه بکنیم، شخصیت پرستی نکنیم، زرتشت بزرگترین آموزگار اخلاقه، بزرگترین اندیشه پردازی است که ما میشناسیم، ولی مطمئنن آدم‌های گمنامی هم بودن که آمدن همون استعداد داشتن، همون روشن اندیشی داشتن، نگاه‌های بسیار درخشانی داشتن و آمدن این نگاه رو افسودن و این آیین زرتشت رو سترگ و سترکتر کردن. اینگونه هم به قضیه نگاه بکنیم، فکر کنم خشم دوستانی که میگوین ما گاتایی هستیم از اوستا کم میشه و عصبانیت دوستانی که میگوین ما مثلا ارتدوکس یا محافظه‌کار هستیم. شاهین جان، وقتی که ما میگیم فر ایران، اگر ما ایران رو مفهومش رو ترجمه بکنیم که گفتم ایران میشه راستی، وقتی من میگم من ایران پرستم یعنی من راستی رو میپرستم، یعنی داد و عدالت و اخلاق خوب رو میپرستم، اتیک رو من میپرستم، و فر ایرانی یعنی فر راستی. اگر ما این واژه ها رو عوض کنیم، نام ایران بکنیم راستی، میبینیم که اشو زرتشت در یه فرهنگی به دنیا اومده که سایکی این فرهنگ، روان این فرهنگ، تمرکز بسیار بسیار بالا و قوی به اخلاق راستی میذاشت که ما در فرهنگای دیگه در اون زمان همچین چیزی نمیبینیم که اینا بشینن و بیندیشن درباره روش اخلاقی بین انسان‌ها. این بسیار مهمه و برای همین شما بقیه اوستا رو بخونین میبینین که این اوستا یه نقطه‌هایی به این فر راستی هی اشاره میکنه و اون مسئله هماره که شما میگین یا شما رو میگین، اینا یک نمادیه، یه سمبولاییه که میتونیم دربارش فکر کنیم که اندیشمون بره بالاتر، بتونیم بسنجیم، چپ و راست رو بسنجیم، جلو رفتن و عقب رفتن رو ما بسنجیم. و روی هم رفته زیبایی دین مزدایفنی، دین یعنی دید، دید مزدایفنی اینه که هر کسی میتونه این رو اون جوری که خودش میپذیره استفاده بکنه. یعنی من اینجا رئیس کسی نیستم بگم نه فقط اینطوری بعد مزدا یسنی یا باور زرتشت رو شما بپرستی یا دیدت اینطوری باشه یا اونجوری. یه آدم ایتیست، یک کسی که هم به خدا باور نداره، میتونه بازم زرتشتی باشه. یعنی یه تیکه های اونجا هست که میتونه خودشو بچسبونه و ذهنشو با باور زرتشت یا مزدای اصلی یکی بکنه. اگرم برید طرف راست راست، شما خیلی مؤمن و ارتدوکس باشی، واسه اونم یه جایی هست. زیبایی باور زرتشت یا اوستا اینه که این آزادی بزرگ برای تو هست. در مذهبای دیگه این وجود نداره، فقط یه راهو باید بری، فقط یه روشو باید بری. نمیتونی بگی خب من دید من یکم دانشی تره، یکم من به آیین به اون صورت باور ندارم، بازم میتونی زرتشتی باشی. اونم که براش نیایش و آیین و ریچوال و این چیزا مهمه، تو هم میتونی زرتشتی باشی. و این جای من و کار من نیست که یکی بگم تو باید حتما همه رو بپرستی یا همه رو نپرستی. تو میتونی برای خودت
اون جوری که برای تو راحته یه جایی توی این باور پیدا بکنی برای خودت. این آزادی رو داری که بگی ببین این بخشا با ذهن من درست در میاد و اینجا هیچ کسی دیکتاتور نیست که بگه مثل باور مسیحیت تو اگر باور داشته باشی که عیسی مسیح فرزند خداست و اومده اینجا برای گناهات بمیره، نه تو نمیتونی مسیحی باشی بگه نه من اینو قبول ندارم ولی خب این تیکه رو قبول دارم. زیبایی باور ما اینه، چون این آزادی رو داری که خودت یه مکانی این تو برای خودت، یه قلب خودت، یه دنیای مینویی خودت پیدا بکنی. این مهمترین چیزه به نظر من. خیلی نکته مهم میگفتی شهرزاد جان، بسیار دید زیبایی بود نسبت به این مطلب و واقعا این بلند نظری رو ما در آیین زرتشت داریم. من فکر میکنم اگر که بخوایم منصفانه نگاه کنیم، اون چیزی که چکیده فرهنگ ایران شهری و فرهنگ ایرانی زرتشتی است در 6 یا حداکثر 7 تا بن یا پایه یا بنیاد میتونه خلاصه بشه. یعنی پیام زرتشت که به هر حال میشود گفت که شالوده فرهنگ ایران شهری است، روی 1 خردگرایی استواره، 2 مسئله داد که در قالب گیتیاییش همون عدالت و عدل و در قالب مینویش همون عشاست، این که بپذیریم که ما آمدیم که جهان بهتری رو بسازیم، آبادانی ایجاد بکنیم که بهش میگیم آبادسازی یا آبادگری، این بنیاد سومه. رواداری داریم ما یا همون تالرنس در انگلیسی. رواداری 100% یکی از پیام‌های آیین زرتشته، برای اینکه حق انتخاب میده. وقتی حق گزینش میده، اگه شهروز آبی رو بپسنده و من سبز رو بپسندم، بنابراین ما به هم روا میداریم که هر کدوم چیز دیگری بپسندیم و کنار همدیگه توی مجموعه زندگی کنیم. این بسیار مهمه شاهین جان، همین رواداری یا تالرنس یا آزادی. وقتی من دوره بر زرتشتی ها هستم که جمع بزرگ در جشنامون، بعضی ها میگن خب من باور دارم که یکی که در میگذره مثلا فلان یسناها رو بخونم و یه نیایشایی بخونم. یکی دیگه هم هست میگه ببین من میخوام اینو کوتاه‌تر بکنم، مثلا همه اینو نخونم، فقط دو تا بندشو بخونم. ولی ما با هم دوستیم و همدیگه رو قبول داریم. یا یکی میگه من میخوام 30 روزه مامان بابامو بعد از که در بگذرن بگیرم. یکی میگه بعد از 1 سال من میخوام بگیرم. بعضی میگه من نمیخوام بگیرم. ولی ما همه با هم دوستیم. یعنی من بعد اون آزادی رو بدم، تو هر اگر این تو رو خوشحال میکنه باور به اینا داری بکن. اگر میخوای روزی 5 بار کشتی تو به سدرو کشتی تو ببندی بکن. مثلا بهرام دوست داره، بهزاد دوست نداره، ولی بهرام و بهزاد بازم با هم دوستن، بازم با هم یارن و خرد پرستن. این مهمه. اگرم خرد پرست باشی این آزادی رو به همدیگه میدیم. یکی نمیگه نه من از تو بهترم چون من این چه روشم اینه، یا اون یکی دیگه میگه نه من از تو بهترم همچنین نیست. من میگم هر چیزی تو رو خوشحال میکنه، اگر زیانی به کسی نرسونی من از تو حمایتم میکنم. هر جای این سپکتروم میخوای باشی، این دایره باشی، ما به هم این آزادی رو میدیم، این ریسپکت رو به هم دیگه میدیم که بتونیم با هم توی یه دایره با آرامش زندگی بکنیم. یکی از بزرگترین پایه های باور ایرانی یا زرتشتی یا فرهنگ ایران که واقعا مقدسه و نزدیک به خرده، آزادی شاهین جان. درست. این نظر فلسفی که ما انسان‌ها داریم که باور داریم ما آزادیم خیلی مهمه. و برای همین یکی هم اگر یه مذهب دیگه هم داشته باشه، ما باز این رواداری رو داریم مثل کوروش.
میگیم ببین تو حالا میخوای بری یه بت رو بپرستی، تو میخوای یه درخت رو بپرستی، تو میخوای یه مداد رو بپرستی، اگر تو زیانی به کسی نرسونی، جهان بخوای آباد بکنی، کار بدی نکنی، تو برای ما گرامی هستی. چرا من بیام به تو زور بگم این آزادی رو از تو بگیرم که از ما ایرانی ها گرفتن؟ چون گفتم ببین شهر و زید تو اشتباه اینجا و من تو رو تحمل نمی کنم. کوروش این کار رو نکرد. این زیبایی باور ماست در ایران، این زیبایی که یک میخواد مهرپرست باشه، یک میخواد آبانپرست باشه، که اگر باور داری که میخوای ایران رو بهتر بکنی، جهان آباد بکنی، زیانی نرسونی، ما کاری با تو نداریم، ما تو رو کمک هم میکنیم. شهرو جان، یه مطلب دیگه هم که اونجا مهمه این است که من دیدم برخی از دوستان انتقاد میکنن به برخی از بایدها و نبایدها یا به اصطلاح احکام کیش زرتشت، که مثلا بله اینا راجب مثلا مرده ها، این که مرده ها نباید خاک بشن، مثلا خرافات داشتن که نباید مرده خاک بشه، یا نمیدونم بعضی اینقدر متعصب بودن که با آب گرم حمام نمی کردن، باید با آب سرد خودشون می شستن چون نمیخواستن که آتش آب گرم کنه که اینها به اصطلاح باز بدن ناپاک باش شسته بشه. همه اینا رو نگاه کنید شما که مرده نره توی زمین چون زمین آلوده میشه، اینا همش برمیگرده به ارج و احترامی که انسان زرتشتی در گذشته برای زیست بوم قائل بوده. نهیبه. شما وقتی خاک و باد و آب و آتش رو ارج میذاری، به خاطر اهمیتیست که به زیست بوم میدی. ما این پیام رو باید بفهمیم. طبیعتاً الان دیگه الان یکی رو سوزوندن یا تو خاک گذاشتنش یا فرستادنش تو خلأ و فضا، یه اصلا اون مهم نیست دیگه. من فکر نمی کنم کسی گیرش الان این باشه. لب کلام این است که آقای محیط زیست، این زمین مال همه است و مال نسل آینده است و باید باش به درستی رفتار بشه، هم با خودش هم با جاندارانی که درش هست، برای اینکه نگاه زرتشتی است، برای اینکه به صلاح همه است، نیکخواهی همه درش هست. یا هنگامی که شما تمام متون زرتشتی رو میخونید، یه چیزی درش خیلی خیلی آشکاره، عشق به زندگی، دوست داشتن زندگی، این شادزیستی و زندگی دوستی از پیام‌های آیین زرتشته. حالا چه تو دین کرد اومده باشه، چه توی فلان بخش اوستا، چه در فلان جمله گاتا، پیام‌ها رو باید گرفت. اینقدر دنبال ماکرو منیجمنت نباشیم یا مدیریت خرد، به دنبال نگاه کلان باشیم. اگه پیام‌ها رو بگیریم، بعد خیلی با بلند نظری از کنار خیلی از مسائلی که فکر می‌کنیم مشکل‌زاست رد می‌شیم و همازور میشیم و همراه میشیم و جریان نوزرتشتی رو که در حقیقت بخشی از این نوزایی ایرانی است که الان داره در جهان رخ میده، چه درون مرز چه برون مرز، رو تبدیل به دو تیکه نمی کنیم که همدیگر رو ناتوان کنن، بلکه تقویت کنن همدیگر رو و این جریان بلند شده بلندتر بشه تا بتون از این فرصت طلایی که پیش اومده در تاریخ ما بهره بگیره و کمک کنه برای اینکه ما دوباره از نو ایرانی بشیم. من فکر می‌کنم شهر جان زمانم دیگه زیاد نمونده، هرچند این صحبت‌ها به پایان نرسیده و هنوز این گفتگوها ادامه خواهد داشت. یه چیزی که مهمه شاهین جان اینه که اولین یکی از پروفسورای من وقتی دانشگاه بودم گفت، اومد یه کلاس و یک کاغذ به ما داد، یه ورقه به ما داد، اینا همه امریکایی بودن، و گفت که اشو زرتشت یه پیام‌آور ایرانی بود و برای زرتشتی‌ها یا ایرانی‌ها که اینا یکیه، جان برای اینا مقدسه، که امروز این رفته مسیحی‌ها اینا از ما کرایه کردن که میگن life is precious که از ما اومده، یا همین واژه مه لاو از ما گرفتن که بهش میگیم مفهوم خدا برای تو چیه، میگه برای ما خدا یا God means love. اینا رو همه از ما غرض کردن و گرفتن. یه ایرانی نیاز به هیچ کسی نداره، بازم اون آزادی رو داری، اگر میخوای بری یه جای دیگه یه کاری دیگه بکنی ما تحملت میکنیم.
ولی این باور زیبای انسانیت و جان و خرسندی و شادی و آزادی هیچا نمیبینی. و تمام بدبختیایی که ما امروز در ایران داریم، اگر ایرانیا برگردن به فرهنگ واقعیشون، به فلسفه واقعیشون و واقعا اینو یاد بگیرن و اینو اجرایی بکنن، میتونیم ما موفق‌ترین کشور جهان بشیم. نه که موفق‌ترین کشور جهان بشیم، واقعا جهان به ما نیاز داره. جهان الان داره میره توی گور، داره میمیره و از بین میره. و من این میدونم این یه وظیفه همه ما ایرانیان که ما وظیفه‌مون اینه که برگردیم. ما باید لویال باشیم، عاطفه داشته باشیم. وظیفه‌مون اینه برگردیم به باور زرتشت. چون وقتی که این قطب زرتشت یا فر ایران از جهان رفت، ایران شروع، دنیا شروع کرد به آتش گرفتن. 1400 سال الان با این همه ترقی و دانش و تکنولوژی، دنیا داره آتش میگیره، از بین میره. و تنها نجات دهنده جهان باور من اینه، اینه که ما ایرانی ها برگردیم به ستایش خرد، خردگرایی، که بتونیم خودمون رو نجات بدیم و بعد جهان نجات بدیم. و یه چیز دیگه ای میخوام اینجا بگم، میتونیم دوباره یه برنامه داشته باشیم درباره اینجا. خیلی ها به ما یه کمک هایی کردن، البته کمه، هنوز هزینه برنامه های ما رو هفتگی نمیده، ولی خب اگر یه دلارم بیاد تو یه کمکیه. اونهایی که به ما کمک کردن از لحاظ مالی سپاسگزاری میکنیم، قدردانی میکنیم. و اگر میتونیم دوباره حمایت بکنیم، یادتون باشه که خیلی از مذهبهای عربی برنامه هایی دارن در شبکه های ایرانی که 10 برابر زمانش از مال ما بیشترش ها اینجا، چه باورهای مذهبهای عربی مسیحی باشه، کلیمی باشه، چه اسلامی باشه، که اینا اصلا ربطی به فرهنگ ما نداره. اینا از لحاظ درآمدی که دارن، پولی که دارن، 100 برابر ما پول دارن. که بر ما تنها کسی هستیم اینجا که یه برنامه دانشی به نام زرتشت آوردیم اینجا، که به زور میتونیم اینو پول جمع کنیم، این برنامه رو ما ادامه بدیم. امیدوارم که هم فکران ما، هم میهنان ما کمک کنن که این برنامه 4 سال اینجا زنده بوده، زنده بمانه. نکته خوبی رو گفتی شهرزاد جان. البته آیین یهود آیین تبلیغی نیست، ولی برنامه های تلویزیونی مسیحی و بهایی و اسلامی در شبکه های تلویزیونی زیاده. هموطنانی که مسیحی هستن یا بهایی هستن یا مسلمان هستن این برنامه ها رو پشتیبانی میکنن. حتی برنامه های اسلامی بیشتر فکر کنم از توی خود جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، اینجا و اونجا اصلا خودشون تلویزیون دارن. به هر حال اگر که زرتشتی هستیم یا جز دوستداران آیین زرتشت هستیم، فراموش نکنیم یکی دیگه از آنچه ویژگی هایی که ما رو زرتشتی میکنه دهشمندی است. ما نمیتوانی بگوی من زرتشتی هستم ولی دهشمندی نکنی. گاهنبارها دهشمندی است. گشت ها رو راه انداختن از صد و نوروز و مهرگان بگیری، تو همه شما دهشمندی میبینید. یکی از ویژگی های یه انسان زرتشتی است. و از هممیهنانی که علاقه مندن از برنامه پشتیبانی بکنن که بتوانیم ایرتایم تلویزیون پارس رو پرداخت کنیم و یه مقدارم تولیدات صوتی تصویری داشته باشیم در کنار تولیدات نوشتاری که داشتیم و داریم، میخواییم که با پیپل یا کردیت کارت به یکی از دوتا تارنما یا وبسایت ما برن. تارنمای فارسی ما هست iranianrenaissance.com، اونجا دکمه دونیشن هست، میتونن دونیت کنن. و تارنمای انگلیسی اونم هست persianrenaissance.org یا iranianrenaissance.com یا persianrenaissance.org. اونجا میتونن هر مبلغی که بخوان از طریق کردیت کارت یا پیپال پرداخت کنن. و از این بابت از همیهنان بسیار سپاسگزاریم.
زمانمون به پایان رسیده شاه اینجا. بله بله. باشه. سپاس فراوان از همه بینندگان برنامه زرتوش. امیدوارم هفته آینده هفته خوب و سلامتی و تندرستی و خرسندی باشه برای همتون، خانوادتون و تمام دوستاتون، و تا هفته آینده خدا نگهدار همه شما باشه. بدرود.